امروز 23 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر 2001 به آمریکاست، روزی که در ساعت 8:46 دقیقه بامداد نخستین هواپیما از 4 هواپیمای روبوده شده توسط تروریست ها به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک اصابت کرد. به همین مناسبت و طی مراسمی که از نیویورک آغاز شد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، کامالا هریس معاون ریاست جمهوری در کنار شمار دیگری از مقام ها و همراه با دیگر آمریکاییان یاد 3000 قربانی این حملات را گرامی داشتند. همینک ارتباط مستقیم ما برقرار شده با مقر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، با همکارم شهلا آراسه هستیم. خانم آراسه، چه برنامه‌هایی برای امروز در پنتاگون تدارک دیده شده و پیش رو هست؟ مراسم یادبود سپتامبر اینجا در پنتاگون از به احترام 184 نفر که در حمله تروریستی 11 سپتامبر به پنتاگون کشته شدند قبل از طلوع آفتاب امروز آغاز شد. در ساعت 6:45 دقیقه با اینجا با حضور رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و معاون وزیر دفاع، پرچم بزرگی در کنار ساختمان پنتاگون، همون مکانی که پرچمی توسط آتشنشانان و سربازان در 12 سپتامبر 2001، یک روز پس از حمله، آویخته شده بود، اینجا امروز باز هم به اهتزاز درآمد که به نشانه عزم و استقامت مردم آمریکا و در برابر حمله تروریستی است و همینطور امروز به صورت نمادی از روح استقامت و آزادی و امید همینطور باقی میمونه. مراسم یادبود در پنتاگون از روز گذشته در محل یادبود همچنین آغاز شد که از دیروز به روی عموم بسته شده بود، از صبح دیروز و تا بعد از ظهر امروز به روی عموم بسته است، ولی فقط برای خانواده های بازماندگان جانباختگان برای ادای احترام و بازدید از بنای یاد بود و همینطور شرکت در مراسم امروز به روی اونها باز بود. در ادامه امروز با حضور لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و جنرال کیوسی براون و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امروز ادامه پیدا کرد که طی اون این دو مقام ارشد نظامی به احترام یادبود جانباختگان گل نثار کردند و پس از اون در مراسمی یک به یک نام جانباختگان قرائت شد و زنگ به صدا در اومد. آقای آستین ساعتی پیش هم در این مراسم بیاناتی سخن ایراد کردند که در اون با اشاره به پایداری و عزم بازماندگان جانباختگان این مطالب رو هم اضافه کردند. Stories like theirs remind us of what we've lost. داستان‌های آنها به ما یادآوری می‌کند که ما چه از دست دادیم، اما همچنین یادآوری می‌کند که ما که هستیم. ما ایالات متحده آمریکا هستیم که در برابر ترور خم نمی‌شویم و در زمان‌های نامطمئن هدف ما اجرای قانون اساسی است. این نهاد فقط از کشور و شهروندان آن دفاع نمی‌کند، بلکه از ارزش‌های بنیانگذاران آمریکا برای دموکراسی و آزادی تحت قانون دفاع می‌کند. بله خانم آراسه، از برنامه های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در روز 11 سپتامبر برامون بگید که از کجا شروع شده این برنامه ها و کجا قراره که پایان بگیره. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همراه با کاملا هریس معاونش امروز در محل یادبود مرکز تجارت نیویورک که محل اصلی فرو ریختن دو ساختمان بلند مرکز تجارت بود حضور پیدا کردند در ساعت حدود 8:30 و نسبت به یادبود بازماندگان این حمله تروریستی ادای احترام کردند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است که پس از ترک نیویورک به پنسیلوانیا، محلی که پرواز شماره 93 که توسط تروریست‌های القاعده روبرو شده بود توسط مسافران اون باهاش مقابله کردن و سقوط کرد در پنسیلوانیا، از این محل هم بازدید خواهد کرد و به نسبت به
جانباختگان اون حمله هم ادای احترام خواهد کرد. آقای بایدن قراره که امروز بعد از عصر امروز در محل پنتاگون حضور پیدا کنه و نسبت به یادبود قربانیان در پنتاگون هم ادای احترام بکنه. ولی در مورد پرواز 77 که هواپیمایی که به پنتاگون برخورد کرد، این همراه بود با هماهنگ بود با 4 هواپیمای دیگری که توسط این تروریستا روبوده شده بود و برنامه ریزی شده بود و با هدف به اهداف نمادی این کشور برخورد کرد و افراد بیگناه رو کشت و که بقایای بسیار غم‌انگیز و تکان دهنده‌ای بودند که الهام بخش و شایسته یادآوری ملت آمریکا شدند. و در 11 سپتامبر 2001 پرواز 77 امریکن ایلان که قرار بود به لس آنجلس پرواز کنه توسط 5 تروریست القاعده روبوده شد و اینجا با ساختمان پنتاگون برخورد کرد که در این اقدام تروریستی تمام سرنشینان این هواپیمای پرواز 77 و همینطور 125 نفر دیگر در ساختمان پنتاگون کشته شدند. و امروز در سراسر آمریکا به همین مناسبت مراسمی در شهرها و ایالات مختلف آمریکا هم به احترام یادبود بازماندگان قربانیان و قربانیان و همینطور خانواده های بازماندگان اونها برگزار میشه. ممنونم. گزارش زنده و مستقیم شهلا آراسته از مقابل وزارت دفاع آمریکا در 23 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا.